هر روز با قرآن. تلاوت قرآن کریم با ترتیل با صدای قاریان مشهور عبدالرحمن السدیس و سعد الغامدی. ترجمه و بیان دکتر ارشد ارشاد. سی‌دی چهارم شامل 15 بخش که هر بخش آن ربع جزء از قرآن کریم را در بر می‌گیرد. بخش 46 ربع دوم جزء 12 قرآن کریم شامل آیات 48 تا 83 سوره مبارکه هود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين. آیات 48 و 49 سوره مبارکه هود ذکر عبرت و پندی که در قصه نوح علیه السلام است که قرآن کریم آن را بیان می‌دارد. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک. گفته شد ای نوح با سلامتی و برکات از ما بر تو و بر امتهایی که همراه تو اند فرود آید. و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. و امتهای نیز هستند که به زودی آنان را بهرمند می سازیم، سپس آنها با نرفرمانیشان عذاب دردناکی از سوی ما به ایشان خواهد رسید. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. اینها از خبرهای غیب است که آن را بر تو وحی می داریم. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا که هرگز نه تو و نه قومت قبل از این آن را نمی دانستند. فاصبر ان العاقبه للمتقین. پس صبر پیشه کن که بیگمان عاقبت از آن پرهیزگاران است. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. آیات 50 تا 54 سوره مبارکه هود ذکر و بیان قصه هود علیه السلام است که پروردگار به آن می‌پردازد. و الی عاد اخاهم هودا. و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. که گفت ای قومن خداوند را عبادت کنید که معبودی به حق جز او برای شما نیست. ان انتم الا مفترون. که شما جز افتراجویانی بیش نیستید. یا قوم لا اسالکم علیه اجرا. ای قومن بر این دعوتم از شما پاداشی نمی طلبم. ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. که مزد من ترا بر ذاتی است که مرا آفریده است
آیا تعقل نمی ورزید؟ و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه و ای قوما از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و باز به او توبه نمایید. یرسل السماء علیکم مدرارا تا باران آسمانی پی در پی بر شما بفرستد و یزدکم قوتا الی قوتکم و نیروی بر نیرویتان بیفزاید و لا تتولوا مجرمین و چون افراد گناهکار روی نگردانید. قالوا یا هود ما جئتنا ببینة و ما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك و ما نحن لك بمؤمنين. قومو گفتند ای هود برای ما دلیل روشنی نیاوردی و ما هرگز معبودان خود را به خاطر گفتار تو ترک نمی کنیم و ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم. ان نقول الا اعتراك بعد آلهتنا بسوء. ما چیزی جز این نمی گوییم که شاید برخی از معبودان ما به تو آسیبی رسانیده باشند. قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. آیات 54 تا 58 سوره مبارکه هود ذکر و بیان است که هود از شرک بیزار بود. قال انی اشهد الله و اشهد انی بریء مما تشركون من دونه. هود گفت خداوند را گواه میگیرم و شاهد باشید که من از آنچه شریک خداوند قرار میدهید بیزارم. فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. پس همه ایتان بر علیه من نیرنگ نمایید و مرا هرگز مهلت ندهید. اینی توکلت علی الله ربی و ربکم. من بر خداوند پروردگار خود و پروردگار شما توکل کردم. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها. که هیچ جنبنده نیست مگر اینکه اختیارش با قدرت اوست. ان ربی علی صراط مستقیم. یقینا پروردگار من بر راه مستقیم است. فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به الیکم. پس اگر روی بگردانید با یقین آنچه را که به سوی آن فرستاده شدم به شما ابلاغ کردم. و یستخلف ربی قوما غیرکم ولا تدرونه شیئا. و پروردگارم گروه دیگری را جانشین شما خواهد کرد و هرگز به او زیانی رسانیده نمی توانید. ان ربی على كل شيء حفيظ. بیگمان پروردگار من بر همه چیز نگهبان است. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا. و آنگاه که فرمان ما فرا رسید هود و کسانی را که با او ایمان آورده بودند با رحمتی از جانب خیش نجات بخشیدیم. و نجیناهم من عذاب غلیظ. و آنان را از عذاب سختی رهانیدیم. و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله
واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. آيات 59 و 60 سورة مباركة هود ذکر است که قوم عاد پروردگارشان را انکار کردند و تلک عاد جهدوا بآیات ربهم و عصوا رسوله و این قوم عاد بودند که آیات پروردگارشان را انکار کردند و پیامبران او را نافرمانی نمودند و تبعوا امر کل جبار عنید و از فرمان هر زورگوی ستیجه جوی پیروی نمودند و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه و در این دنیا لعنتی را به دنبال بردند و در روز قیامت نیز الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. آگاه باشید که قوم عاد به پروردگارشان کفر ورزیدند و ای هلاک باد بر عاد قوم هود. و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب. آيات 61 تا 64 سوره مباركه هود ذكر داستان صالح علیه السلام است و قوم ثمود که قرآن کریم به آن می‌پردازد. و الی ثمود اخاهم صالحا و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره که گفت ای قوم خداوند را عبادت نمایید که معبود به حق جز او برای شما نیست. هو انشأکم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه. او شما را از زمین پدید آورد و شما را برای اعمار آن توفیق داد، پس از خداوند آمرزش بطلبید و به سوی او بازگردید. ان ربی قریب مجیب، یقینا پروردگار من به شما نزدیک است که اجابت کننده دعای شماست. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، گفتن ای صالح قبل از این مایه امید ما بودی. اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب. آیا از پرستش آنچه پدران ما عبادت می کردند ما را باز می داری؟ و ما براستی در شک قرار داریم از آنچه ما را بدان میخوانی. قال یا قومی ارائیتم ان کنت على بینت من ربی و آتانی منه رحمتا فمن ینصرنی من الله ان عصیته. صالح گفت ای قومن مرا خبر دید که هرگاه از جانب پروردگار خود بر دلیل روشنی باشم و خداوند مرا مشمول رحمت خیش قرار داده باشد، آیا اگر نافرمانی او را نمایم چه کسی مرا در برابر خداوند یاری خواهد کرد؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، پس شما جز زیان بر من نخواهید افزود. و یا قومی
هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء أي قوما. این ناقه مادر شتر خداوند است که برای شما نشانه است، پس بگذارید که در زمین خدا چرا مشغول گردد و با آن آزار نرسانید. فیأخذکم عذاب قریب، که به زودی عذاب خداوندی شامل حال شما خواهد گردید. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. آيات 65 تا 68 سورة مباركة هود ذكر و بيان است که قوم صالح ماده شتر را پی کرده و کشتند. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام، ولی آنان ماده شتر را از پای در آوردند و کشتند و صالح به ایشان گفت سه روز در خانه هایتان بهره مند گردید که هلاک خواهید شد. ذلك وعد غیر مکذوب، که این وعده است که هرگز دروغ نخواهد بود. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، پس هنگامی که فرمان ما فرا رسید صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند با رحمت خیش نجات بخشیدیم. و من خزی یومئذ، و از رسوایی آن روز نیست. ان ربک هو القوی العزیز، یقینا پروردگار تو نیرومند مقتدر است. و اخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين، و کسانی را که ستم کرده بودند صدای مرگبار آسمانی فرا گرفت و در خانه هایشان خشک و بیجان صبح نمودند. که ان لم یغنوا فیها، گویی که به خوشی در آن دیار نبودند. الا ان ثمود كفروا ربهم، الا بعدا لثمود. آگاه باشید که قوم ثمود به پروردگارشان کفر ورزیدند، ای دوری و هلاکت باد بر قوم ثمود. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء
ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. آیات 69 تا 76 سوره مبارکه هود ذکر بشارت فرستادگان به ابراهیم است که قرآن کریم با آن میپردازد. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما، و حقا که فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهیم آمدند و گفتند سلام. قال سلام، که ابراهیم نیز سلام کرد. فما لبث ان جاء بعجل حنیز، و دیری نگذشت که گوساله را بریان برای پذیراییشان آورد. فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه، و چون دید که با آن دست نمیزنند بر آنان گمان بد برد، پس در دل از آنان ترسید. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، که گفتند نترس، ما برای هلاکت قوم لوط فرستاده شده ایم. و امرأته قائمت فدهکت، و همسر ابراهیم ساره استاده بود که از این خبر خندید. فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، که او را به اسحاق و پس از آن به یعقوب بشارت دادیم. قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز، ساره گفت ای وای بر من، آیا فرزندی می آورم در حالی که من پیرزنم؟ و هذا بعلی شیخا، و این شوهرم نیز پیر است. ان هذا لشیء عجیب، براستی این چیز عجیبی است. قالوا اتعجبین من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فرشتگان گفتند آیا از امر خداوند تعجب می‌دارید؟ رحمت و برکات خداوندی بر شما اهل بیت ابراهیم باد. انه حمید مجید، همانا خداوند ستوده و بزرگوار است. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرا یجادلنا فی قوم لوط، و چون ترس از ابراهیم دور گردید و بشارت به او رسید، با ما درباره نجات قوم لوط به مجادله و گفتگو پرداخت. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، حقا که ابراهیم بردبار و نرم دل و رجوع کننده به خداوند بود. یا ابراهیمو اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. و برایش گفتیم که ای ابراهیم از این گفتگو درگذر، براستی فرمان پروردگارت فرا رسیده است و یقینا بر ایشان عذاب بدون برگشت خواهد آمد. ولما جاءت رسلنا لوطا سیئ بهم و ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد آيات 77 تا 83 سوره هود ذکر حضور فرستادگان خداوند نزد لوط است که قرآن کریم با آن می‌پردازد. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و داق بهم زرا و قال هذا یوم عصیب و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند از اینکه دستش از حمایتشان کوتاه بود ناخوش گردید و گفت این روز بسیار سخت و دردناک است و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل کانوا یعملون السیئات و قومه که قبلا به اعمال زشت و پلیدی گرفتار بودند شتابان به سویش آمدند قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي لوط گفت ای قوم من اینان دختران منند با آنان ازدواج کنید که برای شما پاکیزه ترند از خداوند تقوا نمایید و مرا در مورد مهمانانم رسوا نسازید الیس منکم رجل رشید آیا هیچ فرد عاقلی در میان شما وجود ندارد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد قوم لوط گفتند تو خودت میدانی که ما نیازی به دختران تو نداریم و خوب میدانی که ما چی میخواهیم قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد لوط گفت ای کاش برای مقابله با شما قدرتی می داشتم و یا به تکیه‌گاه استوار پناه می بردم قالوا یا لوط انا رسل ربک فرشتگان گفتند ای لوط ما فرستادگان پروردگار توییم لن یصلوا الیک آنان هرگز به تو دست نخواهند یافت فأسر بأهلك بقطع من الليل پس با گذشت نیمی از شب خانوادت را با خود ببر ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك انه مصيبها ما اصابهم و در مسیر را هیچ یک از شما روی بر نگرداند مگر همسرت که به وی همان عذاب خواهد رسید که به آنان میرسد ان موعدهم الصبح بدون شک وعدگاهشان صبح دم است الیس الصبح بقریب آیا صبح دم نزدیک نیست فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجاره من سجیل منضود و چون حکم آفرا رسید آن سرزمین را زیر رو کردیم و از سنگهای سجیل که روی هم متراکم بودند باران بر آنان باریدیم مسومتا عند ربک
و ماهی من الظالمین ببعید، سنگهایی که نزد پروردگارت نشان گذاری شده بود و هرگز از ستمکاران چنین عذابی دور نمی باشد. وَلَقَدْ